موضوع آقای کوکبی بسیار گویایی داره. از چه نظر گویایی داره؟ یک مسئله در ایران به اسم سیاست هسته‌ای. این مسئله باعث شده به کشور خسارت‌های نجومی وارد بشه از طریق تحریم‌ها و از طریق سیاست هسته‌ای هم خسارت‌های مستقیم وارد بشه. یک فاجعه بوده تصمیم‌گیری برای اینکه در ایران صنعت غنی‌سازی راه بیفته و از این نظر گویایی داره آقای امید کوکبی که ایشان مخالفت کردند و حاضر نشدند شرکت بکنند در این برنامه. اگر این اتفاقات درباره مسئله هسته‌ای ایران پیش اومده، یکی از علتش این استش که متخصصین ما، دانشمندان ما، مهندسین ما کم هم نیستند در ایران. ما در ایران انجمن فیزیکدانها داریم، انجمن انرژی هسته‌ای داریم، انجمن انرژی داریم، دانشجویان هزاران دانشجوی فیزیک داریم، فیزیک شیمی داریم. اگر اینها به کار خود عمل کرده بودند، یعنی انتقال علم و انتقال دانش در مورد مسئله هسته‌ای به جامعه، یعنی وجدان علمی جامعه رو بردن و جامعه رو آگاه کردن، ما در همچین وضعیتی نبودیم. بسیار بسیار نادر بودند افرادی که به وظیفه خودشون عمل کردند و یکی از این افراد آقای امید کوکبی است که با اینکه بهش پیشنهاد دادن و حتما در اون پیشنهادات هم امتیازهایی وجود داشته، ولی به خاطری که باور نداشته به مسئله هسته ایران، به سیاست هسته ایران نپذیرفته همراهی کنه با رژیم جمهوری اسلامی در این مورد. و تنها گناهی که آقای امید کوکبی داره گفتن نه هست در همکاری در مورد سیاست هسته ای. و متاسفانه کسی که دکترای فیزیکش رو گرفته با موفقیت و پست دکترا داشته در خارج از کشور و طبق گفته استادانش که من همه اونها رو گوش کردم، شخص بسیار باهوشی است، بسیار توانایی است در تخصص خودش، به جایی که از این فرد استفاده بشه، استفاده بهینه بشه، اون الان در زندانه و یک کلیش هم در زندان به خاطر اینکه بهش رسیدگی نشده باید از دست بده. آقای امید کوکبی یک گویایی دیگه هم داره، کمتر باش صحبت میکنن. من شخصا همه مسائل رو از دید انسانی بهش مینگرم و مایل نیستم مسائل فرقی، تباری، دینی، مذهبی رو وارد کنم. ولی در ایران یک واقعیت هست، متاسفانه جمهوری اسلامی به نام دین شیعه در ایران حکومت میکنه و آقای امید کوکبی از سنی مذهبی های ایران هست، از تبار ترکمن های ایران هست و شاید گناهی که بهش اشاره نمیشه، یک گناه دیگه‌ای که بتونن به راحتی 10 سال این فرد رو محکوم بکنن این استش که از مذهب اکثریت و تبار مذهبیت در اکثریت در داخل ایران نیست. به هر حال من بسیار متاسفم که ما رژیم استعداد کش داریم، رژیمی که به جای اینکه استعداد بپروانه یا استعدادها رو باعث فرارشون از ایران میشه، یا اونهایی هم که میخوان بیان در ایران کار کنن، تلاش کنن، یک توسعه‌ای رو در دست بگیرن، کاری راه بندازن، اونها رو به این صورت اذیت میکنه، مورد آزار قرار میده. و متاسفانه بزرگترین ضرری که این رژیم به ایران زده هدر دادن نیروی انسانی بزرگشه که در دنیا الان بالاترین، مهمترین سرمایه نیروی انسانی. دیگه گذشت اون زمانی که نفت، گاز، اورانیوم یا منابع مالی سرمایه بودن. اکنون سرمایه واقعا همین نیروی انسانی است که در ایران ما فراوان ازش داریم و کار این رژیم به هدر دادن، کشتن
زندانی کردن و اذیت کردن این نیروز. امیدوارم هرچه زودتر ایشون از این وضعیت رها بشه و بتونه هر جا که هست آزاد به نوعی دیگر و یا به هر نوعی که میتونه به انسانیت و به وطنش خدمت کنه. سپاسگزارم آقای دکتر. آقای دکتر مصطفی به یک نکته‌ای هم که اشاره فرمودن و این ما فیلمش رو داریم و احتمال زیاد در پایان برنامه بعد از پیش از خداحافظی پخش می‌کنیم، در اینکه در آغاز برنامه نخواستم اون رو پخش کنیم برای اینکه به زبان انگلیسی هست، ولی خب با توجه به اینکه جامعه علمی ایران انگلیسی میدونه، این استادای دانشگاه در دانشگاهی که ایشون درس می‌خونده و هم کلاسیاش از او به عنوان یک نابغه یاد می‌کنن و واقعا شنیدن این سخن که او چه سودمندی برای علم در دنیا و به ویژه در کشورش میتونسته داشته باشه و حال در زندانه، من نمیدونم اگر میشد تأسف رو اندازه‌گیری کرد شاید در بالاترین نقطه. وقتی به پزشک مراجعه میکنی درد داری، میگه که بین 0 تا 10 بگو درد چقدره، و شما ناگزیر میشی بین 0 تا 10 عددی رو انتخاب کنی که فکر میکنی اینقدر درد داری. اگر میشد برای تأسف هم عدد تعیین کرد، من فکر میکنم که تأسف برای یک جوان تحصیل کرده دانشمند که در زندان می باشد به جای اینکه مراکز علمی ایران رو رهبری بکنه، شاید عددش بالاتر از هزاران هزار در رابطه با یک درد بود. دریغا که این درد بر پیکر همه جامعه ما نشسته. از بهروز عزیز خواهم خواست که اگر توانستن اون بخش رو آماده بکنن در پایان برنامه با زبان انگلیسی هم دوستان بشنون که چگونه دو استاد دانشگاه درباره او صحبت کردن. آقای دکتر، چون به مسئله اتمی اشاره کردیم و مسئله هسته ای ایران، من موضوع گفتگو امروزمون به دو بخش میتونست تقسیم بشه، یک بخش مسئله انتخاباتی که گذشت و مسئله هسته‌ای. اگر مایل باشین چون در هسته‌ای هستیم از همینجا پیش بریم و در بخش دیگر برنامه رو، بخش دوم برنامه رو بیشتر به مسئله انتخاباتی که پیش آمد اشاره بکنیم. حتما خوشحال میشم، در اختیارتون هستم. خواهش می‌کنم. خب شما همواره در پیش از اینکه مسئله گفتگوهای اتمی، توافق اتمی پیش بیاد و این بحث‌ها پیش بیاد، نکته اصلیتون بر این بود که این محلایی که ایران براش تعیین کرده و این هزینه هایی که میکنه چگونه است، چقدر اینا میتونه مفید فایده باشه، یک مسئله ترازنامه دست کم سود و زیانی از این رو ارائه کردید. اگر ممکن است این بحث بوشهر که اینقدر مطرح است، چون آب سنگین عراق رو که خب به قول دوستان گل گرفتن، حالا سیمان گرفتن که به کنار رفت، نتنز هم داستان چرخیدن، این بوشهری که به ظاهر داره کار میکنه و در اصل راه اندازی شده، این چه هزینه ای برای ما داره؟ و اصلا بیشتر در مورد مسئله بوشهر ما صحبت کنیم. خدمتتون عرض کنم که همینطور که شما مطرح کردید، اگر بخوایم درباره سیاست هستی ایران صحبت بکنیم و بگیم که چه دستاوردی داشته، بالاخره وقتی یک سیاستی یک آغازی داره، بعد از یک سال، دو سال، پنج سال، ده سال، 15 سال، 20 سال، میشه درباره این که این چه بازدهی داشته، چه سودی داشته، چه پرادکتی داشته برای ایران درباره اون صحبت کرد. و همینطوری که خودتون در صحبتاتون گفتید، ما اون چی که مربوط به غنی سازی بالای 5% کاملا از بین بردیم، اون چی که مربوط به راکتور عراق کاملا از بین بردید. اگر وقت شد راجع به این موضوع هم حرف بزنم، بسیار مهمه. و تنها چیزی که باقی مونده راکتور بوشهر هستش که الان حدود 4 سال هستش این راکتور داره فعالیت میکنه. خب حالا ببینیم که هزینه این فعالیت در چه حد است. این راکتور ساختمونش همینطور که همه میدونن حدود 80-85% عملیاتش قبل از انقلاب صورت گرفته بود، توسط آلمان ها صورت گرفته بود. در قراردادی که آقای هاشمی رفسنجانی با روس ها بست، بنا شد که روس‌ها با گرفتن یک مبلغی معادل 1 میلیارد دلار حدوداً این رو تکمیل بکنه. خب اولا وقتی که من میگم 1 میلیارد دلار، این روی حدسیاته، برای که عدد بین 800 میلیون دلار تا 1 میلیارد و 200 میلیون دلار رو
مطرح کردم و این قرارداد هم محرمانه است. یکی از مسائل اینه که چه شکلی یک ساختن راکتور قیمتش محرمانه باشه. برها حالا 1 میلیارد دلار این رو معامله کردن و در زمان آقای احمدی نژاد، یعنی در اوج بحران هسته‌ای، یکی از نمایندگان مجلس، اونها یک کمیسیون در مجلس ایران تشکیل داده بودند که به مسئله بوشهر بپردازند. اون موقع آقای احمدی نژاد یک مقداری به قول معروف پررویی میکرد نسبت به آقای خامنه‌ای و پاشو میخواست از گلیم بیرون بندازه، بیرون بگذاره. این بود که این کمیسیون رو تشکیل دادن که یک مقدار جلوی شعارهای آقای احمدی نژاد رو بگیر. این کمیسیون هرگز جلسه رسمی نداشت. تنها چیزی که در این از این کمیسیون باقی مونده، سخنگوی این کمیسیون، یکی از نماینده های مجلس، یک مصاحبه میکنه در زمان آقای احمدی نژاد و میگه راکتور بوشهر 5 برابر اون چیزی که پیش بینی کرده بودیم برای ما داره تمام میشه. خب اگر ما فرض رو بگذاریم 1 میلیارد، پس با این گفته میرسیم به 5 میلیارد. البته مسئله تموم نشد، میدونیم باز چندین سال طول کشید تا اینکه راکتور شروع به کار کرد. من درباره هزینه تحریم های غربی ها صحبت نمی کنم که این هزینه ها اصلا اعداد نجوم نیست و صحبت از چند صد میلیارد دلار هست، بلکه درباره هزینه مستقیم این راکتور صحبت کنم. حالا من مطالعه کردم از وقتی که این راکتور آغاز به کار کرده تا به امروز. ارقام تولید برق این راکتور منتشر میشن، البته در ایران منتشر نمیشن. ارقام این راکتور در آژانس بین المللی انرژی و آژانس بین المللی انرژی اتمی اینها گزارش میشن، هر سال گزارش میشن و هر کسی که امکان داشته باشه به این اسناد میتونه دست پیدا بکنه و اونها رو مطالعه بکنه. مطالعه ای که من کردم نشون میده که در این 4 سال این راکتور که یک راکتور 1000 مگاواتی هستش، به جای اینکه با توان 1000 مگاواتش کار کنه، البته هیچ راکتوری در جهان نیستش که با 100% توان خودش کار بکنه، معمولا به خاطر تعمیرات، به خاطر تنظیمات، به خاطر بارگیری و سوخت گذاشتن یه چیزی حدود 10% از زمان، 5% از زمان، بستگی به نوع مدیریت داره، در بدترین صورت 10% از زمان گرفته میشه و این راکتور کار نمیکنه. خب من حساب کردم که 10% رو برای ایران قرار دادم، حساب کردم که نسبت به توان معقول، نه نسبت به توان اپتیمال، نسبت به توان معقول راکتور بوشهر چقدر برق تولید کرد. متاسفانه این تحقیق نشون میده، با من این رو منتشر کردم اخیرا، که یک چیزی زیر 40% هستش تولید برق بوشهر. وقتی که زیر 40% هست این چه مفهومی داره؟ یعنی این راکتور بیش از 2 برابر قیمتی که تموم شده برای ایران هزینه داره. برای اینکه راکتورهای هسته‌ای مثل راکتور بوشهر اینها خرج زیادی ندارن، خرج اصلیشون خرج ساختشونه و نگهداریشونه و خرج سوخت اینها یک چیزی حدود چند میلیون دلار هستش که اصلا نسبت به خرج ساخت و خرج نگهداریش رقمی نیستش. خب پس وقتی که زیر 50% توانش کار میکنه، یعنی در اصل این راکتور 2 برابر، یعنی 10 میلیارد دلار برای ما تمام شده. حالا این راکتور نه 1 سال، نه 2 سال، نه 3 سال، بلکه متوسط این 4 سال زیر 40% بوده. خب سوال اینجاست که چرا هیچ کس در داخل کشور درباره این موضوع صحبتی نمی‌کنه؟ چرا هیچ یک از مسئولین که افتخارشون این به اصطلاح حق مسلم ما انرژی هسته‌ای است و کشور رو به این خطرات انداختن و صدها میلیارد دلار هزینه به ایران وارد کردن و این همه
جامعه ایرانی ضربه دید به خاطر این سیاست هسته‌ای، تنها دستاوردش راکتور بوشهر هست، چرا درباره بازده این راکتور و اون برقی که تولید میکنه، میزان برقی که تولید میکنه صحبتی نمیشه؟ برای که مشخص باشه برای هموطنان عزیزم، راکتور بوشهر اگر به طور کامل هم کار میکرد زیر 2% برق ایران رو تولید میکرد. با توجه به این کار کردی که فعلا داره زیر 1% برق ایران رو تولید میکنه، واقعا کدام عقلی، کدام فکری، کدام سیاستی میتونه قابل قبول باشه که یک راکتوری که این همه هزینه به یک کشوری تحمیل بکنید برای که زیر 1% تولید داشته باشه، تولید برق ایران رو داشته باشه؟ خب حالا سوال اینجاست، چرا این راکتور زیر 1% برق فقط تولید میکنه؟ چرا زیر 50% توانش کار میکنه و نمیتوانه بیشتر کار کنه؟ طبق مطالعاتی که من کردم دو علت بیشتر نمیتونه داشته باشه. یک علتش این میتونه باشه که توربین هایی که بعد از این راکتور قرار دادن، این توربین ها این توان لازم رو ندارن و نمیتوانند به اون اندازه کافی در سرعت و در توانشون بچرخند که اینها بتونن برق تولید بکنن. پس در این صورت مربوط به راکتور نمیشه، مربوط به موردیست بعد از راکتور. اگر این مسئله علت باشه فاجعه است از نظر اقتصادی، به خاطری که شما وقتی یک راکتور 1000 مگاواتی درست میکنید، خصوصا 20 سالم طول میکشه تا این رو درست بکنید، باید فکر بعد از راکتور رو هم کرده باشید که اگر این راکتور راه افتاد بتونه برقش رو تولید بکنه و عمل بکنه. اما یک علت دیگه هم میتونه داشته باشه و اون علتش این که این راکتور به خاطر قدیمی بودن و به خاطر اینکه در این راکتور از دستگاه های آلمانی و روسی استفاده شده و به خاطر اینکه به اصطلاح از نظر ایمنی اونطور که انتظار میده در اون حد نیست، نگران هستند روس ها که اگر این راکتور با توان بالا کار بکنه، با توان 100% کار بکنه، اتفاق و انفجار اونجا پیش بیاد که بسیار خطرناکه. چرا خطرناکه؟ از دید روس‌ها خطرناکه، برای که برای روس‌ها این راکتور یک مسئله حیثیتی است. کشور روس تبلیغ خیلی زیادی میکنه که میتوانه راکتورهایی بفروشه، داره در کشورهای دیگه جهان این راکتورها رو عرضه میکنه، البته نوع بهتر این راکتورها رو عرضه میکنه که بازار انرژی هسته‌ای رو بتونه تا میزانی در دست بگیره. پس از دید روس‌ها اگر در اون محل انفجاری پیش بیاد، کلیه یه حیثیت فنی روسیه هستش که زیر علامت سوال میره و از نظر اقتصادی برای روس‌ها فاجعه است. خب ولی اگر این باشه مسئله، هم از نظر اقتصادی برای ما فاجعه است، برای که باعث شده که این راکتور با زیر 50% توانش کار بکنه، و هم از نظر خطرات انسانیش و محیط زیستیش بالاخره میتونه فاجعه آمیز باشه، برای که در همون حد هم ممکنه این خطرات رو داشته باشه. به هر حال درباره اینکه اصلاً چرا این راکتور زیر 50% توانش کار میکنه، مسئله چیز، در ایران کوچکترین صحبتی نمیشه، سکوت کامل. من نمیخوام برای خودم بگم که این کارو، ولی ندیدم یک نفر در ایران یا در خارج ایران درباره این مسئله نوشته باشه یا صحبت کرده باشه. خود من در اولین بار ارقام 2 سال پیش رو که دیده بودم در یکی از برنامه‌های تلویزیونی این مسئله رو مطرح کردم و نماینده روس که در اون برنامه شرکت داشت من رو دروغگو خواند. اما الان آمار منتشر شده و آمار هم مربوط به 1 سال و 2 سال نیست، بلکه آمار مربوط به 4 سال کارکرد این راکتوره.
و در هر 4 سال این کارکرد زیر 50% بوده و در سال گذشته حتی زیر 30% بوده. من دارم متوسط رو میگم. خب این جامعه ایرانی باید حساس باشه به این مسائل. اگر متخصصان ایرانی، فیزیکدانهای ایرانی، دانشمندان ایرانی، اونهایی که در ایران کار میکنن این اطلاعات رو دارن. این اطلاعات مربوط به ملت ایرانه. چرا جامعه بین المللی این اطلاعات رو داشته باشه و ملت ایران نتونه این اطلاعات رو داشته باشه و نامحرم باشه نسبت به این اطلاعات؟ این است که وظیفه خود رو باید، مدنی خود رو باید انجام بدن و این اطلاعات رو به جامعه انتقال بدن. من اصلا صحبت از مسئله سیاسی هم نمی کنم. صحبت از این است که یک راکتور هست، این راکتور تولید برقش چیست، چقدر در این روزها؟ این که دیگه نمیتونن بگن که چرا کم گفتی یا چرا زیاد گفتی. این رو در خارج منتشر شده، غربی ها، شرقی ها این رو در دست دارن، چرا مردم ایران نباید در دست داشته باشن؟ پس خلاصه بکنم حرفمو، خود مسئولین ایرانی میگن ما 50 میلیارد دلار خرج تأسیسات هسته‌ای کردیم. خرج تأسیسات هسته‌ای، ببینید دوباره تکرار میکنم، من درباره هزینه تحریم ها صحبتی نمیکنم، اون جداست. این خرج تأسیسات هسته‌ای است به طور مستقیم. خب واقعا سر انسان سوت میکشه. 50 میلیارد دلار هزینه تأسیسات هسته‌ای ایران شده و از اون تنها چیزی که مونده راکتوری است که روس‌ها ساختن و از اون تنها چیزی که مونده این که اون راکتور زیر 1% برق ایران رو تولید میکنه، زیر 50% توان خودش کار میکنه و سوخترش رو هم روس‌ها تأمین میکنن. واقعا در هر کشوری دیگه بود مسئولان اون کشور به خاطر این فاجعه، به خاطر این گناه بزرگ اقتصادی، اینها حداقل تنبیه می‌شدن، از کارشون کنار گذاشته می‌شدن. اما مسئولین ایرانی میان و یک اعداد و ارقامی که فکر می‌کنن کسی اینها رو نمی‌فهمه، به قول خودشون برای عوام صحبت می‌کنن، میگن چندین میلیارد وات مثلا راکتور عراق برق تولید کرد. خب بعد که یک نفر که اطلاع داشته باشه یکم ضرب و تقسیم میکنه، احتیاج به دانش بسیار بالایی هم نداره، متوجه میشه که واقعا فاجعه انگیز هستش این هزینه ها. من تکرار میکنم، این رژیم همیشه این کار رو کرده، بر سر گروگانگیری این کار رو کرده، بر سر جنگ ایران عراق این کار رو کرده، بر سر سیاست هسته‌ای هم این کار رو کرده. اینها نسبت به ملت ایران بیگانه هستند. اینها ترجیح میدن، هر بار هم این کار رو کردن که با قدرت‌های خارجی بتوانن یک معامله بکنن که حاکمیت خودشون تثبیت بشه، اما هر هزینه ای که اون معامله داشت براشون اهمیت نداره. واقعا این سانتریفوژهایی که نگه داشتن، 5000 سانتریفوژ 50 سال پیش رو 2 سال مذاکره کردن که 4000 تا باشه، 5000 تا باشه، 8000 تا باشه، 10000 تا باشه، واقعا به چه کار میاد؟ بله. من در جلساتی شرکت میکنم، غربی ها، متخصصین غربی وقتی درباره این مسائل صحبت میکنن واقعا میخندن، انسان خجالت میکشه. به هر حال به نام ملت ما ایران این مسائل صورت میگیره. جناب دکتر مصطفی، شما به 2 نکته اشاره کردین. حالا یکی در مورد مسئله بوشهر که شاید برای کسانی که نگاه میکنه، مگه شما بحث این 1% و کارایی و ناکاراییش رو صحبت کردین، این که 25 سال طول کشته تازه به این جایی رسیده که داره 1% توان خودش رو کار میکنه، به هر حال زمان هم یک نیروگاهی رو از کار میندازه، تو کهنه شدن، استحقاق و از همه مهمتر روزآمد نبودن اون ابزار و امکانات هست. اصلا این کاراییش در آینده چگونه خواهد بود؟ ببینید راکتورهای هستی که در غرب میسازن، اینها رو عنوان میکنن برای 40 سال میسازن. بعد این در کشورهای غربی یک آژانس‌هایی هستش که اینها مستقل هستن از حکومتشون، یعنی اگر تصمیم بگیرن برن بازرسی بکنن یک راکتور رو، ببینن اون بازرسی از نظر ایمنی درست نیست، اون راکتور رو میتونن ببندن، حتی اگر حکومت، رئیس جمهور، نخست وزیر موافق ادامه کار باشه، ولی اون آژانس میتونه ببنده. آژانس ایمنی هسته‌ای بهش میگن. در ایران
در رژیم ولایت فقیه اصلا همچین چیزی ممکن نیست. در ایران هیچ چیز مستقلی از ولایت فقیه وجود نداره، نه رئیس جمهورش وجود داره، نه مجلسش وجود داره، نه چیز دیگه. یک آژانس علکی درست کردن، خب اونم معلومه چه سیاستایی. پس گفتم 40 سال، ولی اونها میان میبینن که میگن اگر این کارها رو بکنید دوامش رو بالا ببرید، مثلا در فرانسه گفتن ما 10 سال اضافه میکنیم به طول عمر، ولی دائم هر روز این بازرسی ها هست. یه چیزی مثلا میگن 50 تا 60 سال میتونه یک راکتور، به خاطر اینکه ساختمانش داره. راکتور ایران متعلق به 40 سال پیش هستش ساختمانش، یعنی 40 سال پیش، یعنی عملا الان اون فرصت اولیش پایان یافته. خب و همینطور که شما گفتید در این مدت ایران هم به هر حال زلزله خیز هست، سرماگرمای شدید داره، اینها همه در ساختار ساختمون تأثیر میذارن، در بوتونها تأثیر میذارن، در آهنش تأثیر میذارن، اینها به هر حال فرسودگی هایی داره که در هر کشور اینها پیش میاد، در ایران هم پیش میاد. پس در بهترین صورت این راکتور بتونه 15 سال 20 سال مکسیموم کار بکنه. حالا شما ببینید هزینه هایی که برای این راکتور شده بخواییم در نظر بگیریم، اضافه بکنیم طول زمان رو هم اضافه بکنیم، بگیم حتی نصفه کار بکنه در عرض این 20 سال، میبینید که چه فاجعه است. یعنی به جایی که 60 سال کار بکنه 20 سال کار بکنه، یعنی اون هم یک سوم، یعنی شما عملا باید بهاش رو ضربه در 3 هم بکنید، یعنی یک چیزی حدود 30 میلیون. این هایی که من میگم حداقل هاست، یعنی بسیاری از واقعیت های دیگر رو ما اطلاعات شده نداریم، بلکه این مسئله هستی در ایران یک بلوک آت کامل دربارش هست، هیچ ده. اطلاعاتی برون نمیدن و متاسفانه اطلاعات ما منابع غربی و آژانس بین المللی هسته‌ای هست. یعنی در واقع این گرانترین برقی است که میشه به کیلووات برای ایران خرید و ازش استفاده کردیم با این میزان. گرانترین برق دنیاست. بله، گرانترین برق دنیا میشه با میزان کمترین تولیدش، یعنی 1% برق تازه میخواد ایران رو. خب شاید خواستن یه، حالا به شوخی من میگم، شاید خواستن یه یک کالای 1% لوکس هم در برای خودشون تولید کرده باشن. بگذاریم. خب آقای دکتر، میدونم که میخواییم به مسئله دیگه اتمی بپردازیم، ولی من میخوام در اینجا یه فرجه بدیم برویم روی مسئله انتخاباتی که انجام شد و انتخاباتی که در روز گذشته نیز در روز جمعه هم دور دومش رو داشت، یه مقدار در اون صحبت کنیم. اگر زمان داشتیم در پایان برنامه حتما باز میگردیم، شما تشریف داریم برم در خدمتتون هستم. انتخابات هفته اسفند برگزار شد. در انتخابات هفته اسفندی که برگزار شد، به رغم تمام ماجراهایی که پیش آمد، حالا رد صلاحیت از یک سو، رد صلاحیت نکردن از سوی دیگر، وزارت کشور چه کرد و شورای نگهبان چه کرد، به هر حال انتخابات در هفته اسفند نتایجی برای خودش داشت. نتایجش رو میان روها و اصلاح طلبان ارزیابیش این بود که به سود اونها به صندوق ریخته شده و ترکیب مجلس دهم ترکیب مناسبی نزدیک به اونها خواهد. انتخابات در دور دومش که 68 کرسی رو تقسیم بندی کرد در روز جمعه، باز در یک حالت از این 68 در یک سومش در واقع به میان روها و اصلاح طلبان رسید، یه بخشش به اصولگراها رسید، یه بخشی هم به مستقلها رسید که گفته میشه اون بخشی که به مستقلها یا خارج از لیست اینا هر دو هست رسیده میتونه گرایشش رو به اصلاح طلبان یا میانه روها و در نهایت به دولت روحانی داشته باشه. من می‌خواستم ارزیابی خود شما رو از هر دو انتخابات، به ویژه حالا که به پایان این قضیه رسیدیم، ترکیب مجلس آینده و نگرش‌های موجودش بپرسم. خدمتتون عرض کنم که شما بیشتر درباره انتخابات مجلس صحبت کردید، اما اگر برگردیم به اسفند ماه، اگر خاطرتون باشه مسئله اصلی کسانی که دعوت میکردند در انتخابات مجلس شورای اسلامی نبود. به اون هم خواهیم پرداخت های دکتر. من چون این تازه بود گفتم از سر این بگذاریم بریم به اون مسئله بپردازیم. من به هر دوش حتما خواهش میکنم. مجلس خبرگان بود. خب چرا مجلس خبرگان بود؟ برای اینکه در این مدت یک سال اخیر خصوصا بیش از پیش درباره بیماری
آقای خامنه‌ای صحبت میشه و اینکه احتمال اینکه آقای خامنه‌ای از دنیا بره هست، پس مجلس خبرگان میتواند یک نقش کلیدی داشته باشه برای بعد از آقای خامنه‌ای. و حالا حتی با کسانی که تشویق میکردن که در انتخابات باید شرکت کرد صحبت میکردیم، اهمیتی به مجلس شورا نمیدادن. خب حالا نتیجه کلی این دو انتخابات چی شد؟ در انتخابات مجلس خبرگان بخشی که میخواستن شرکت بکنن که تغییری بدن در خبرگان، خصوصا روی 4 نفر تبلیغ میکردن که این 4 نفر وارد مجلس خبرگان نشن، که عبارت بودن از آقای جنتی، آقای یزدی، آقای مصباح و آقای آملی لاریجانی که رئیس قوه قضاییه است در آمل. از اون 4 نفر 2 نفرشون وارد مجلس شدن، یعنی آقای لاریجانی وارد مجلس شد، آقای جنتی رو وارد مجلس کردن و 2 نفرشون وارد نشد. از اون 2 نفر یکیشون رو اصولا خود آقای خامنه‌ای هم مایل نبود که این خیلی قوی بشه، آقای مصباح رو، بلکه که آقای مصباح در بین این روحانیان تنها کسی است که دم و دستگاه داره خودش، یعنی یک سازماندهی داره، سایت داره، افراد داره، کاندید ریاست جمهوری معرفی میکنه، در صورتی که اونهای اون 3 تای دیگه این رو نداره. و آقای خامنه‌ای زیاد با اینکه آقای مصباح 100% خودش رو تمایل نشون میده با آقای خامنه‌ای و حتی میدونید که پای آقای عکسش هم هست، پای آقای خامنه‌ای هم میبوسه، این برحال اون رو یاد من. آقای خامنه‌ای مسئله‌ای که داشت این که مجلس خبرگان ترکیب آخری مجلس خبرگان اونطور که اون میخواد بشه که عملا این شد، 80% نمایندگان انتخاب شده در مجلس خبرگان در اختیار کامل خط آقای خامنه‌ای هست. خب یعنی از دید آقای خامنه‌ای اهمیتش بسیار بیشتر بود از مجلس شورای اسلامی و این اطمینان رو حاصل کرده که میتوانه از طریق مجلس خبرگان رهبری آینده رو از قماش خودش انتخاب بکنه. خب حالا کسانی که رفتن شرکت کردن در این انتخابات یا کسانی که تشویق کردن که در این انتخابات باید شرکت کرد، تنها نتیجه‌ای که کارشون داشته این استش که در عرصه دنیا یک به اصطلاح حالت این که در ایران آزادی هست و مردم بالاخره هرچند که تعیین صلاحیت ها شده و یک عده بسیاری رد صلاحیت شدن، اما بالاخره یک انتخاباتی بوده بین 2 دسته و مردم بودن که انتخاب کردن، پس این نظام این مشروعیت رو داره و اون کارهایی که این مجلس ها میکنن مشروعیت دارن. این برد اصلی آقای خامنه‌ای بوده در مجلس خبرگان و از این بابت هم بسیار خوشحال است. اما در مجلس شورای ملی لیست امید الان اکثریت را آورده، یک چیز حدود 123 کرسی، بله 123 کرسی رو لیست امید، که میدونید به این دیگه اصلاح طلب نمیگن، میگن لیست تدبیر و امید، این یعنی لیست آقای روحانی، 123 تا آورده، یک چیز حدود 70 نماینده رو مستقل هستن، یک چیز حدود 70 نماینده هم از اصولگراها هستن. مستقل ها معلوم نیست چگونه عمل کنند، غالب افرادی هستند که مایل نیستن بگن ما اصولگرا هستیم و به اسم مستقل وارد مجلس میشن و میتونه بخشی از این مستقل ها در اختیار اصولگراها قرار بگیره و بختشون هم در اختیار لیست امید قرار بگیره. به هر حال ترکیب مجلس این هستش که اکثریت رو آقای روحانی در اون مجلس داره. اما سوال اصلی که مطرح میشه این که مجلس فعلی جلوی کار کدوم کار آقای روحانی است؟ آقای روحانی
دو طرح بسیار مهم در اون مجلس بردیم. یکی طرح برجام که در عرض 20 دقیقه اون مجلس تصویب کرد. چرا تصویب کرد؟ برای که آقای خامنه ای هم مایل بود که اون تصویب بشه. یکی طرح بودجه و اون مجلس هم همینطور که این طرح رو دولت برده اون بودجه رو تصویب کرد. پس مجلس اصولا از مجلس اول بگیرید تا به امروز نقش مهمی در بازی قدرت نداشته. برای چی؟ برای اینکه ولی فقیه میدونه که میتونه مجلس رو از طریق یا شورای نگهبان یا از طریق حکم حکومتی کنترل بکنه. اینکه آقای خامنه‌ای نگرانی زیادی نداره که از مجلس شورای اسلامی اکثریتی در دست 50%، 55% در دست به اصطلاح آقای روحانی باشه. حالا عدد واقعیش به طور واقعی اگه مستقلا رو بذاریم کنار 42% بیشتر نیستش. بله فعلا 42%، ولی فرض رو بر این بگیریم که بخشی از مستقل ها هم با اونا کار کنن یک چیزی بالای 55%، 60% ممکنه بشه. ولی میگم که مجلس نقش عمده‌ای بازی نمی‌کنه. اون چیزی که آقای خامنه‌ای می‌خواست به دست بیاره ترکیب مجلس خبرگان بود و این ترکیب مجلس خبرگان کاملاً در دست آقای خامنه‌ای است و خیالش برای 8 سال از این بابت راحته، برای که می‌دونید که مدت نمایندگی اینها 8 سال هستش. ولی مجلس خب آقای روحانی در دست داره، ولی همینطور که گفتم آقای روحانی مجلس فعلی هم باش همکاری میکرد، مشکل بزرگی با مجلس فعلی ندارد. مشکل میتونه پیش بیاد با شورای نگهبان که ترکیب شورای نگهبان تغییر نکرده. مشکل میتونه پیش بیاد با حکم حکومتی. اصولا در جمهوری اسلامی، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، اینها بیانگر حاکمیت ملت نیستن، برای که آقای رهبر خود رو در مقابل ملت مسئول نمیدونه، خود رو در مقابل شاید خدا فقط مسئول بدونه، اونم معلوم نیستش که مسئول داره، ممکنه اعتقادم نداشته باشه. این در نتیجه در کادر این قانون اساسی در شرکت کردن در این گونه انتخابات تنها باعث میشه که حاکمیت بتونه در عرصه بین المللی بگه که در جامعه مردم پذیرفتن این نظام رو، شرکت کردن و ما به هر حال مقبولیت داریم. اما اگر بخوایم به آمار توجه کنیم، آمار رای دهنده ها توجه کنیم، من شهر تهران رو در نظر میگیرم، برای که در شهرهای دیگه که واقعا تقلب فاجعه است. یعنی وقتی میگم فاجعه است، اعدادی که مثلا آقای لاریجانی رای آورده در مجلس خبرگان یا افراد دیگه رای آوردن، وقتی با اهالی اون شهرها صحبت میکنم واقعا شوکه است. در تهران صحبت طبق گفته دولت آقای روحانی 50% در تهران شرکت کرد. یعنی 50% شرکت. آرای باطلی شهر تهران چند درصد هست؟ چیزی حدود نزدیک به 10% هست. یا خب به هر حال یک عدد در ایران شما اگر نرید در انتخابات شرکت نکنید خیلی از کاراتون گیر هستش. باید نشون بدید که رفتید در اونجا در صف واستادید و یک بخشی به خاطر این اجباری که دارن میرن، ولی رأی هایی که میندازن یا اسامی مسخره میندازن یا یه شعارهایی مینویسن روی تعرفه ها و به اصطلاح در رأی گیری شرکت نمیکنن، اونها رو میشه گذاشت جزء تحریمی ها و تحریمی های واقعی، برای که واقعا تا اونجا هم میرن ولی رأی صندوق نمیندازن. و بقیه آرا رو شما اگر در نظر بگیرید ببینید که خب 40% شرکت کردن، از اون 40% هم نصف آرا رو تقریبا آقای هاشمی رفسنجانی به دست آورده، نصف آرای رای دهندگان رو به دست آورده. خب اون بخشی که رفتن شرکت کردن و رای به قول خودشون سلبی دادن، اینها هم جز کسانی هستند به الحال خواستن فقط از این رأی گیری این استفاده رو بکنن که ما این رژیم رو نمیخوایم، آقای خامنه ای رو نمیخوایم، نمیخوایم بذاریم که آقای خامنه ای برای ما تعیین تکلیف بکنه. ولی خب راه حلشون این بوده که برن متاسفانه از دید من در رأی گیری شرکت کنن که
حتی به چند جنایتکار واقعا جنایتکاران بزرگ رأی بدن، مثل آقای دوری نجف آبادی، مثل دوری نجف آبادی که اینا شهره هستن، یعنی یک چیزیست که وحشتناک. خب ولی از دید خودشون اینها رفتن رأی سلبی دادن، یعنی با آقای خامنه‌ای بگن. پس به همین درگیری توجه بکنیم، ببینیم که در تهران یک چیزی بیش از 90% مردم این رژیم رو نمیخوان. 90% مردم این رژیم رو نمیخوان، اون هم وقتی 90% در وضعیتی که اطلاعات نیست، بحث آزاد نیست، مردم از همه چیز نمیتونن صحبت بکنن، نمیتونن بحثای واقعی بکنن، اخبار در اختیارشون نیست، با همه اینها 90% این رژیم رو نمیخوان. پس از این دید آقای خامنه‌ای بالاخره بازنده است. هر طور بخواد این رأی ها رو اعلام بکنه، اگر جمع بندی کنیم کسانی که حاضر نشدن شرکت بکنن، حالا یا دوست نداشتن شرکت کنن یا تحریمی بودن، کسانی که رفتن شرکت کردن رأی باطله دادن و کسانی که رفتن شرکت کردن از زیر خودشون رأی سلبی دادن، اینها رو با هم جمع کنیم میشه یک چیزی بالای 90%. پس باید در افکار عمومی جهان، در مجامع بین المللی این رو مطرح کنیم، این محتوا رو بشکافیم که این ترکیب رأی گیری برعکس اون چیزی که رژیم میخواد نشون بده که بخشی از مردم 50% رفتن رأی دادن، نخیر، 90% نمیخوان ولایت مطلقه فقیه رو، میخوان نه بگن و هر وسیله‌ای که شده میخوان نه بگن. خب این یک پیروزی بزرگ از دید من. 90% مردم ایران تازه با در همین وضعیتی که صحبت کردیم، گفتیم که اطلاعاتی نیست، بحثی نیست، بحث آزادی نیست، تبادل افکاری نیست در داخل کشور، با این حال 90% به آقای خامنه‌ای نمیگن. حالا آینده چه خواهد؟ ببینید متاسفانه مجلس خبرگان ترکیبش در دست آقای خامنه‌ای است. یعنی اگر جامعه، ایرانیان، مردم ایران تصمیم نگیرن و خود عمل نکنن، اینها میتونن یک رهبر دیگه از قماش همین آقای خامنه‌ای بر مردم ایران تحمیل کنن. حالا میتونه پسرش باشه، میتونه آقای شاهرودی باشه، میتونه آقای لاریجانی باشه، اون دیگه بسته به موقعیت داره. و به خاطر همین هستش که من تغییر و تحولی از درون این ساختار سیاسی ممکن نمیبینم در جهت دموکراسی و حاکمیت ملی، اگر جنبش قوی مردمی در مقابل این رژیم نباشه. مسلماً اگر یک جنبش قوی مردمی باشه میتونه این رژیم رو عقب بشونه، اون رژیم میتونه تسلیم بشه، میتونه مذاکراتی به وجود بیاد، میتونه از راه‌هایی که خشونت، کمترین خشونت به کار بره، این تغییر به وجود بیاد. ما به عنوان فعالان سیاسی، به عنوان کسانی که وطنشون رو دوست دارن، مردمشون رو دوست دارن و آرزوشون استقرار دموکراسی در ایران، حاکمیت ملت ایران هست، باید شرایط به وجود آمدن یک جنبش مردمی در این راه رو تهیه بکنیم، پیشنهاد بدیم، یک افق روشنی داشته باشیم، برای که مردم ایران هم اگر یک افق باز و روشنی در مقابل خودشون نداشته باشن، رژیم از ترس ها استفاده میکنه، میگه اگر تکون بخورید ایران میشه سوریه، اگر تکون بخورید ایران میشه عراق. صحبت ما این است که اگر ما تکون نخوریم، اگر ملت ایران تکون نخوره، احتمال اینکه ایران سوریه یا عراق بشه بسیار بسیار بیشتر هستش. هرچه دیرتر عمل بشه از ایران کمتر باقی میمونه، سرمایه ها از بین میره، خشونت در داخل جامعه پیش میاد. شما اصلا یک نکته توجه کنید، ببینید رژیم چگونه
با فرقه گرایی، با قوم گرایی در داخل ایران داره استفاده میکنه. آقای دکتر، شوربختانه به پایان برنامه رسیدیم، نمیخوایم مبحث جدید رو باز کنیم. میشه در آینده در این زمینه بیشتر گفتگو کرد در مسائل مختلف. من از شما سپاسگزارم که در برنامه شرکت کردین و در این دو بخش با ما به گفتگو نشستین. تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم. شب و روز شما و همه هموطنان عزیز و فارسی زبانان خوش باد. بدرود.